اتونه که کدام چور چپاول باشه یا دوزی باشه یا بدر اتور به نقشه باشه، نقشهش منظم است. اونم وقت ما خریده بودیم دونمو مبلغ اون وقت که نمیفهم چند بودک، ما اسناد داریم اینو میاله چقدر مصرف کرده بودیم؟ والا تقریبا نمیجا ما مصرف کرده بودیم یک 20-25 لک روپه ما مصرف کرده بودیم. بیادر بیادر از هزار زلزله زده کده اینمی مردم میال ضرورت داره به کمک، به خیمه، به هزار چیز ضرورت داره. ای را جدی بگره، دولت بگره، ملل متحد بگره. یه طور نیست که سعی کن تو چی حال هستی نه؟ من شخصا خودم به تو بار که اگر واسه یک کیلو کچالو را ما داشته باشم که به چوچه خود، پس ایره از کجا آباد کنم دوباره؟ نه پیسه دادن، نه تنگه دادن، نه دیگه دادن. آوارگی اضافه روز بر روز تمام رو. از او پیش ایجا کدام نقشه و نقشه گذاری و نقشه برداری نبود. اگر می بود امکان داشت که مردم انمی بودیجه خود در این مصرف نمی کرد. مردم مصارف کرده دیدیم ایجا خود ما کم از کم 30 لک 35 لک روپا مصرف کردیم دیدیم 13 و تا دو کلش پخته بود عصری بود اینتون رنگ روغن گل زده کرد. اصل نمی سه برادر بدیم این خورفت اینا رو یک چیزی بروجی مردم و مصارف شخ بده بعد. بعد بختانه از افتش کوچه کلش همینجا میاد. مسیرش همینجا قرار گرفته. که اون وقت وقتی بوده که زورمنده بوده. اما ایش همیست روان کرده. دیگه اگر شروع کردن کار این میجر باید بنیادی کنن و هر کوچه رو افشد باید در کوچه جبر. سرک شروع شد. چقدر خوب شد؟ بسیار زیاد. بسیار زیاد. البته بس کارش ما خوش هستیم. و اینکه تخریب شده خود تا بندگه وقتی که نقشه دولت آمد خود. به نام یاد پروردگار، سلام وطندارای مهربان، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به خوبی و به خوشی بگذره. تشکر از شما وطندارای که همواره حمایت کردین، تشویق کردین و بیننده چینل خودتان هستین. ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از نقاط مختلف کابل برنامه داشته باشیم و امروز هم یک نقطه کابل بازسازی میشه، جور میشه و در این قسمت که ما قرار داریم به نام شهرک زاکرین یاد میشه که کوچه 13. واقعا این منطقه سالهای متمادی بود که اوازه سرک بود که امروز و فردای سرک کار شروع میشه.
اما متاسفانه که در زمان جمهوریت کاری سرک شروع نشد و فضل خدا در زمان امارات اسلامی افغانستان کاری شروع شد. اما متاسفانه که تعداد وطندارای ما به سرپناه شدند و در این مسیر صدها خانه قرار داشت و مکمل خانه ها تخریب شده و یک مقدار خانه هایی که زمینشان زیادتر بود برشان مانده و یک تعداد کمتر بود، یک بیست بود و بیست بود، مکمل در سرک رفته. و ما درک میکنم وطندارای خود شرایط فعلی دیگه یک کمی وضعیت اقتصادی وطندارای ما خراب است و یک سهولت بسیار بزرگ به وطندارای ما فراهم میشه. این سرک یکی از سرکای حلقوی کابل است که چندین نایه را با هم وصل میکنم. این سرک میره طرف چارایی قنبر و همچنان باز میره در کمپانی بعدند به برچی کابل وصل میشه، نقاش برچی کابل. و مسیر رام خیلی نزدیک میشه و بندش را در سر کوتل زیاد بود و امارات اسلامی افغانستان و وزارت ها و ریاست هایی که مربوط سرکسازی میشه اقدام کردند که بندش رام کم شد و یک سهولت بزرگ با وطندارهایی که با ولایت های شمالی سفر دارند به طرف کابل برشان فراهم شده. و انشاءالله که وطندارهای ما با حکومت خود، با نظام خود همکاری کنند و این وطندارهای ما را امارات اسلامی افغانستان هم همکاری کنند که برشان یک سرپناه داده شود. و خاک هم زیاد است، کار جریان داره، ما هم میریم نظرات وطندارهای خود میگیریم. در این قسمت یکی از وطندارهای ما است، نظرات این برادر ما را بگیریم. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر باشی. آرامی است، خیر ببینی. بخیر است. جور است، شما خیرتی است. بخیر باشین، سلامت. آمد. چی میکرد اینجا بخیر؟ اینجا خانه در سرک رفته است، خشتایش چپا کردیم، گلکاری میکنم. مکمل رفته؟ مکمل نه، یک پنج مترش مانده است از چهار نیم بس. و برو خدا را شکر که یک ذره مانده. خیر ببینی، یک ذره مانده، یک دو خانه موجه جور کردیم. مقصد آله به مقام بگوی شما که نیمی مردم از هزار زلزله زده کده با آواره است، از هزار سیل برده کده آواره است، باید به نیمی مردم کمک شود. در قدم اول کمک شود اوست که منت و خالمغال و لچری اضافی سر ما مردم است، هزار سو آید بیاد تکو بالا که ای است. دیگه ما امیال به خیمه ضرورت داریم، ما امیال به کمک ضرورت داریم، ما امیال به کسی ضرورت داریم که سر ما دست بکشه، روی ما را ماچ کنه. خانه تخریب شده، بچه این پیسه میتومد خانه جور کن، چای تخریب شده پیسه میتومد چای دیگه علقه چا بکن. حال این مزایمت ها را بر ما مردم پیش کرده که تا حتی دیوال خدایی و این رقم و کار اما دیوال ما را برای ما اجازه نمیده که ما دیوال خدا که سیاسر ما به همین باشه. تمام روز اینجا آزار و اذیت و دیگه از هر طرف امیر با مقام بگو که بیادر از هزار زلزله زده کده اینمی مردم امیال ضرورت داره، به کمک، به خیمه، به هزار چیز ضرورت داره. این را جدی بگره، دولت بگره، ملل متحد بگره. یه طور نیست که سعی که تو چی حال هستی نه؟ ما شخصا خودم اعتبار کو اگر واسه یک کیلو کچالو را ما داشته باشم که به چوچه خود پسیر از کجا آباد کنم دوباره؟ نه پیسه دادن، نه تنگه دادن، نه دیگه دادن، آوارگی اضافه روز بر روز تمام رو. دیگه از ما کدام گفتنی نیست، گفتنی ما همی بود که تمام شد. دیگه با مقامی که شما میفهمه با اوجا برسانه که به می مردم کمک کنه، خیمه کمک کنه، پیسه کمک کنه، سرش اقلا دست خوب بکشه سرش که بیادر خیر از خانه تابا شده پیسه خب ایران شده پیسه میتومد دیگه آباد که همی گپ با ما بزنه. کاکا جان، بله. در حدود چقدر خانه در سرک رفته؟ ولاس خانه را خب ما اطور کدام موجودی هم نداریم و نگرفتیم، منتها تو فکر کو که از چارای قنبر تا و قصر پامیر و لباس این همی کلش از بین میره و رفته از دیگه. اطور تعداد شمارش به ما معلوم نیست. اکثرت که خانواده هایی که در اینجا زندگی میکردن خانه هایشان بسیار ساده و گلی است. نه دیگه، خب این مردم هست، یعنی من خودم اقلا خانه گلی داشتم، این می خانه اگر که گلی بود این می خانه گلی را معابد کرده بودم. البته شانزه عبدالسال شد دیمیجا گذرانم شد
این حال که دست نگرفت ما کدام تضادم نگرفتیم که تکست کدام چیزام گفتیم ما که دولت است البته سر ما آماده است هیچ کدام مشکل نیست با ما مردم هایی بود هفت منزل هشت منزل ده منزل از بین رفت اونو با سرشان یک ذره فشار آمد زیادتر سر ما البته کمتر آمده یعنی گپ باز دیگه چند سال از داری قسمت زندگی میکنی؟ ما 17 سال شده میزه آوازی همی سرک بود که میه؟ نه 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 یه چی گپا با کلی نبود نه آوازه بود نه کدام اول بود نه کدام هیچ حسابی نبود دیگه ای آوازه و ای گپا عین حال که مردم ها میگه که سرک در تشکیل عین زایر خان و کیو داوود خان و کیو کی بود او ای گپا سابق بود در این وقتا هیچی گپا نبود ایجا دشت بود که شو ایجا تمام روز ایجا گرگاه و بیادر سگا چکر میزد این قدر امکانات پیدا شد که نال مخلوق خدا بیادر ملونا ملونا میجا پردیش میشه این ای گپ است چقدر در این شرایط کنونی شما را ما درک میکنیم کاکا جان کاری سره کرد زودتر تکمیل شد و چقدر سهولت به وطندارای ما کنم والا بسیار میشه چرا؟ در قدم اول اگر این کار سرک تکمیل شوه خواه اول این سهولت است که ما از این خاک و از این لای لوش نجات میافیم دیگه هرچی زودتر که شوه با ما خوب است حالی ویرانه شدیم یک ویرانه که با آباتا تبدیل شود چقدر خوب است خوب این خود کلی که میفهمه خیر باشه قربانشم زنده باشه خیر ببرید چای خدا رو نانم هرچی که غریبانه هرچی بود وایزت داشته اینه ما در خدمت میشینیم نان میخوریم زنده باشین السلام علیکم قربان شما سلامت باشین بخیر باشین خوب باشین سلامت باشین بخیر باشین آرام باشین چی میکرد اینجا بخیر البته خانم پشت سر خانی از آدم قرار داره ما دیگه این مشکل سرک دچار هستیم دیگه چند سال در قسمت زندگی در قسمت یک 15 سال میشه ما 15 سال تقاضا میکنیم که از این بالا سرچشمه اینی چیزی که ابرا واسه اینی میجه میاد باید اینو بنیادی جور کنن خب و کانال ساختن پیشتر کانال جور کرده شاید دیدین متوجه نشدیم خب منتو ازم هر کوچه باید اوج دم کوچهش برم مگم بعد بختانه ازم هفته اش کوچه کلش همینجا میه مسیرش همینجا قرار گرفته که اون وقت وقتی بوده که زورمندا بوده همه ایش همیست روان کرده دیگه اگر شروع کردن کار این میجه رو باید بنیادی کنن و هر کوچه رو اوشت باید در کوچه ببرن کار همی سرک شروع شد چقدر خوب شد؟ بسیار زیاد بسیار زیاد البته بس کارش ما خوش هستیم و این که تخریب شده خود تا بندگه وقتی که نقشه دولت آمد خود تخریب میشه مگم آباتیش بهتر است کلن از دیگه یک تنها سر یکی نیست کلن دیگه یک از این بنیاد از دیگه از بیکاری رنج میبرم به نظر خود چرا سابق کار این پروژه عملی نمیشه؟ حالا این را کل اگه میفهم دیگه فساد بوده دیگه حالا فساد خونه ایش تقریبا نه بخیر باشه قربان شما سلامت باشه السلام علیکم سلام علیکم خوب است جورسی شکر است بخیر باشه جور است شکر بخیر زنده باشه اسم شما سلیمان است سلیمان جون چی میکرد اینجا بخیر اینجا خانه ما در کوچه پایین است اما تمی سرک را بجو سعی کنیم چی شد تا کجا رسیده مبارک باشه کار سرکتون زنده باشه خوب شد یا بعد خوب شد دیگه خوب باز سرک آمد اینجا شار میشه خب اگر این کسایی خانهشان میره به واد اگر دل ما بیسوزه ولی چون خصوصا همین وطندارایی که در اینجا زندگی میکنه متاسفانه با چالش های زیاد بود شاید شما زندگی کردین اینجا هستین و مشکلات با خبر هستین و توجه صورت نگرفت و حال فضل خدا این سرک بره حتما این منطقه پیشرفت هم میکنه بله پیشرفت میکنه چی کاروبار میکنید؟ من خود هیچ متعلم سنف یازی مکتب است حالا کمش مکتب ها درس هم نیست دیگه شور شب قام از سابق قدر کم شده حالا شاگرد هست تو؟ شاگرد هست دیگه از یک 50% شاگرده این مکتبش محروم شدین غیر زیری زیاد کردین سلیمان جان چرا سابق کار همی سرکا جریان پیدا نمی کرد؟ خب پیجا دیگه چه زور بود زورمندا بوده دیگه ایش میگه به من شو ایش میگه به من شو ایش پایز پروژه را میخوردن دیگه حال زورمندا خونه حال دیگه نیست خارج رفتیم خیر باشه زنده باشین سلام خیر باشه زنده باشین شکر زنده باشه خیر باشین سلامت میشه خدا معرفی کنین نامتون چیه اسم سیف الرحمن موحد است ماشاءالله چند سال از داری قسمت زندگی میکنی؟ حدود 14 سال 14 سال شما وقتی آمدین و قدر خانه هم نبوده؟ نه نه وقت زمانی که ما آمدیم در قسمت ها بسیار کم کم خانه بود این خانه را ما ساختیم سال 88 بود به نظرم که بیجا را ساختیم با کمال خانه شما در نقشه رفته؟ یک دو اتاق هم طرف مانده بعد دیگه خلاص ها رفته کلش در مکمه تا بیجا را بودی خانه؟ این خانه خوی قسمتش هم بود دو منزل بود تا 24 متر دیگه درازیش عبدونی مرد بدرش کلش آباتی داشت حدود 13 اتاق بود نه یک دو اتاق هم جمعان در سر باز دیگه نه آوازه می سرک بود که یک روزی کاری سرک شروع شد؟
این قسمت خو نبود مگم از این قسمت کوچه عبدق شما دیده باشه از اونجا بود خط خود شاروالی نقشه شاروالی تا کوچه عبدق بود و از کوچه عبدق دو شاخت شد یکی طرف از زیبان رفته بود موتر فروشی یکی با بیخ کوتر با بیخ سرک هم کو اون طرف طرف سرک مارشال این قسمت نبود این قسمت دیگه نو نقشه دادن تا اومد با شاروالی کابل امرای شما همکاری کرد در چی نگاه نگاه مالی نه دست فعلا خود کدام که پنیش نه وعده کرده خوب و گفت از خو مقصد تو دیگه تابال کسی نگرفت از چاره عملی نکرده نگرفت از سر چاره قنبر که تو نمیجاست کسی نگرفته.